در خط خبرها. دیدار عبدالله با روحانی در آخرین روز سفر. تهران هنوز باور دارد که آمریکا با مسئله صلح افغانستان برخورد ابزاری می کند. فراگیری آموزش و آماده رفتن به میدان نبرد. 1200 نیروی ویژه ارتش امروز مراسم فراغت برگزار کردند. طالبان دیگر در حق خود، وطن و فرزندانتان ظلم نکنید. بیش از 70 امضا برای تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ. برخی نمایندگان مردم در مجلس خواستار توقف توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی اند. تذکره که مالش مردم به گروگان گرفته شود نفاق خلق میکنه، خودی قانون ایجاب تعدیل میکنه. تلاش ها برای جلوگیری از پرندگان کمیاب افغانستان. شاهین های شکاری برای قاچاق به کشورهای عربی شکار میشود. و هشدار امریکا به کشورهایی که با ایران به خرید و فروش جنگ ابزار میپردازند. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دومین روز حضورش در ایران با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. رئیس جمهور ایران در دیدار با آقای عبدالله گفته که تنها راه حل جنگ افغانستان گفتگوهای میان حکومت و طالبان است و آمریکا به دنبال بهره برداری انتخاباتی از صلح افغانستان است. پایان سفر پرمشغله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به تهران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با عبدالله عبدالله میگوید طرفدار روند صلحی است که به مدیریت و رهبری خود افغانستان باشد، نه آمریکا. از دید روحانی آمریکا فقط به دنبال بهره برداری انتخاباتی از روند صلح افغانستان است. او با تاکید بر گفتگوهای میان حکومت افغانستان و طالبان با عنوان راه حل بحران کنونی ابراز امیدواری کرده که مردم افغانستان پس از سالها جنگ به صلحی دست یابند که از دستاوردهای آنان پاسداری شده باشد. در دیدارهای جداگانه آقای عبدالله با وزیر اطلاعات ایران و دبیر شورای امنیت ملی این کشور هم بر همکاری‌های دو جانبه افغانستان تاکید شده است. در ملاقاتی که امروز با جلال امام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صورت گرفت، ایشان حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را از تلاش‌های صلح در افغانستان بر رهبری و مالکیت افغان‌ها و با حفظ دستاوردهای سالیان اخیر مردم افغانستان اعلان کردند. روابط اقتصادی دو کشور نیز یکی از موضوعهای مورد بحث دیدارهای آقای عبدالله با مقامهای ایرانی بود. با گفته حسن روحانی دو کشور در روزهای آینده گواه گشایش راه آهن خواف هرات خواهند بود. ایران همچنین آمادگی نشان داده که خط لوله گاز و فراورده های نفتیش را به افغانستان وصل کند. وزیر انرژی ایران هم در دیدارش با عبدالله گفته که برای نهایی سازی طرح‌های اقتصادی ایران و افغانستان مانند احداث بازارچه مشترک مرزی و سرمایه گذاری روی انرژی تجدیدپذیر به زودی به کابل سفر می کند. پیش از این نیز مقام های ایرانی چنین وعده هایی به جانب افغانستان داده بودند، اما همزمان گفته بودند که مخالف حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است، آنچه افغانستان را بین دو سنگ قرار داده، در یک سو بزرگترین متحد استراتژیک و تمویل کننده اش و در سوی دیگر ایران که از سوی آمریکا بزرگترین پشتیبان هراس افکنی در جهان خوانده می شود. مهدی اخلاقی، تلویزیون یک، تهران. وال هم همکار ما مهدی اخلاقی را از تهران با خود داریم. سلام با خودت. می خواهیم بپرسم که امروز آخرین روز سفر عبدالله به ایران بود. آقای عبدالله با چی دستاورد برمیگرده؟ سلام به شما. دستاورد آقای عبدالله در این سفر دو روزه چیز تازه و مشخص نیست.
مقام های ایرانی پیش از این هم بارها موضع ایشان را نسبت به روند صلح افغانستان اعلام کرده بودند و گفته بودند که از روند صلح به رهبری خود افغان ها به مدیریت خود افغان ها حمایت میکنند، نه ای که به رهبری آمریکا باشد، چون یا قبلا گفته بودند که ما به تلاش های آمریکا نسبت به صلح افغانستان تردید داریم. امروز هم در دیدار امروز حسن روحانی به رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که آمریکا فقط به دنبال بهره برداری انتخاباتی از روند صلح افغانستان است، نه چیز دیگری. او تاکید کرده که فقط کشورش از صلح حمایت میکنه که با مدیریت خود افغان ها باشد و همچنین ارزش ها و دستاورد های مردم افغانستان از بین نرود. گرچه مشخص نشده که منظور از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد این دستاورد ها چی میتونه باشه. بله، رئیس شورای عالی آیا بحث روی اقتصاد هم داشتن یا خیر؟ دیدار اول امروز آقای روحانی با وزیر نیرو یا وزیر انرژی ایران بود که در این دیدار بیشتر روی مسائل اقتصادی تاکید داشتن، هر دو طرف بحث کردن. خود ایران آمادگی خود برای اتصال خط یا لوله نفت گاز و نفت ایران به افغانستان آمادگی نشان داده و همچنین خود وزیر انرژی ایران روی ایجاد بازارچه مشترک مرزی تاکید کرده. در دیدار آقای عبدالله با حسن روحانی هم رئیس جمهور ایران گفته که در روزهای آینده گواه گشایش راه آهن خافرات خواهیم بود که میتونه یک تحول اقتصادی را بین دو کشور و همچنین آسیای غربی با آسیای میانه، یعنی ایران با آسیای میانه، دی یک نقش بسیار مهم را بازی کنه. سپاس از شما. سپاس. همکار ما مهدی اخلاقی بود که از تهران با ما به تماس بود. وال هم ادامه خبرها. امریکا اظهارات طالبان را درباره نقض توافقنامه بی بنیاد می‌خوانند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به اظهارات طالبان که گفته بودند نیروهای امریکایی با ادامه بمباران در ولایت‌های هلمند و فرا توافقنامه را نقض کردند، گفته که این اتهام‌ها بی بنیاد و تحریک کننده است. آقای خلیزاد چنین اظهارات را مانع پیشرفت روند صلح خوانده و در مقابل طالبان را به نادیده گرفتن تعهدشان به کاهش تدریجی خشونت در افغانستان متهم کرده است. همزمان ماموریت پشتیبانی قاطع گفته که به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در برابر حمله های طالبان متحد است. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. دیروز طالبان امریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کردند. توافقنامه‌ای که در آن آتش‌بس دائمی و جامع از آجندای گفتگوهای حکومت با طالبان در آن پیش بینی شده است. بر بنیاد همین توافقنامه نیروهای امریکایی برای دفع حمله های طالبان بخش‌های از هلمند و فراه را بمباران کردند. حالا زلمه خلیلزاد در واکنش به اظهارات طالبان مبنی بر نقض توافقنامه دوحه این گفته ها را بی بنیاد و تحریک کننده خوانده است. تداوم میزان بلند خشونت می تواند روند صلح، توافقنامه و این درک بنیادی را تهدید کند که راه حل نظامی وجود ندارد. این باور که برای بردن امتیاز در میز گفتگوها باید خشونت را شدت بخشید بسیار خطرناک است. طالبان پس از آغاز گفتگوهای دوحه به گونه میانگین در بیش از 15 ولایت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. نیروهای امریکایی هم گفتند در صورت تداوم حمله های طالبان از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی می کنند. جنگ تویتری نماینده خاص امریکا و طالبان به معنی طلاقشان از همدیگر نیست. و ای که امریکا در افغانستان در آینده میمانه مربوط میشه به نتیجه انتخاباتشون. در روزهای پس این حمله های بزرگ در ولایت های هلمند، غور، بغلان، غزنی و میدانوردک صورت گرفته است، در حالی که طالبان تعهد کرده بودند که در شهرها حمله نمی کنند. طالبان باید سمدستی تاوتری خواله بودره وی حمله دی وزره وی او را دیشی مذاکرات دیو کی. نووس ملامتی پر دوی ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی ټیم دوی کې ده موږ غواړو چې مذاکرات مختلار شي دې کې بنبست نه غواړو خو د طالبانو دغه حمله کولی سي پروسې د پاره ستونزې ایجاد کړي.
با این حال وزارت دفاع ملی از پایان محاصره سربازان ارتش در منطقه کوته اشرو در ولسوالی جلریز میدان وردک خبر می دهد. عملیات شکستن محاصره این نیروها پس از آن انجام شد که ویدیوی یک سرباز گیرمانده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. شب تصمیم گرفتیم که کماندوهای ما در اونجا برن و 4 نفر زخمی که بودن، 3شان سطحی بوده و یکیش کمی شدید بود و را انتقال دادن و یک مالاتی چیزا در اونجا روان کردن. ولسوالی جلریز میدان وردک بس زخم کهنه میماند که در سالهای پسین التیام نیافت و هر از گاه هم برای نیروهای امنیتی درد سرساز می شود. طالبان خواب رسیدن با قدرت از راه جنگ را به گور ببرند. معاون وزارت دفاع ملی در مراسم فراغت 1200 نیروی ویژه ارتش، پلیس و امنیت ملی با بیان این مطلب میگویند که نظامیان کشور برای برقراری صلح میرسمند، اما طالبان صلح نمیخواهند. فرمانده قل اردوی عملیات ارتش هم میگوید که طالبان یا صلح کنند و یا هم نابود شوند. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر. عملیات مهم و دشوار را به نمایش می‌گذارند. بر رخ کشیدن مهارت‌های نظامیان ویژه افغانستان به مخالفان دولت. از چندین مسیر دشمن سمبولیک را با جنگ افزارهای سبک و سنگین زیر آتش می‌گیرند. آرامی ندارند. باید برای از بین بردن هدف دیگری آماده شوند تا این پرچم در اهتزاز باشد. 1200 نیروی ویژه ارتش، پلیس و امنیت ملی پس از 14 هفته آموزش فارغ می شوند. مهمترین عملیات در برابر مخالفان مسلح دولت را نظامیان ویژه ارتش انجام بدهند. حالا هم این نظامیان تازه نفس ویژه در وضعیت جنگ و صلح راهی نبرد می شوند. نبردی که طالبان همزمان با آغاز گفتگوهای صلح به آن شدت دادند. اما پیام ایران این است که اگر طالبان صلح نکنند در میدان نبرد هم سرکوب خواهند شد. آرمان خود به گور ببره. مو کماندوها، مو مردم افغانستان یک مشت هستیم، یک واحد هستیم. مشت آهنی نخواهد دادنش زدیم. اگر بخواین، اگر نخواین، ما امروز قادر به این هستیم که هوایی و زمینی ضربات کوبنده و محکمی را به اونا وارد کنیم. به هر قیمتی شوه ما اونا را نیست و نابود میکنیم. این صف پیامی دیگری دارد، به ویژه به گروه طالبان. نجیبه 3 سال می شود که برتش پیوسته است. او حالا در قطار ویژه ترین نظامیان کشور می رزمد. صلح کند، اگر صلح نکند با همی کماندوی که در مقابلش ایستاد است روبرو می شود. معاون نخست وزارت دفاع اینجا می گوید که خواب طالبان برای رسیدن به قدرت از راه جنگ باطل خواهد شد. می گوید این نظامیان تا برقراری صلح خواهند جنگید، اما به باور او طالبان صلح نمی خواهند. اگر خوبونه چه اگر کسان چه غواری دی جنگ دلاره قدرت و نیسی دا خوب و خیال و امکان نلی. سیده چه مشکل به جوړولی شي، تخریب به کولی شي، پلچک به ورانولی شي، مکتب به ورانولی شي. فرمانده قل اردوی عملیات های ویژه ارتش هم میگوید طالبان یا صلح کنن یا نابود شوند. پیام کماندو برای دشمنان افغانستان واضح است. دیگر طالبان دیگر در حق خود، وطن و فرزندانتان ظلم نکنید. ولی اگر تن به صلح و ختم جنگ ندهید، گلوله های آتشین کماندوها در برابر سینه دشمنان وطن ما آماده شلیک است. این نظامیان توسط آموزگاران افغانستانی آموزش دیدند. نظامیانی که مهارت هایشان در سطح منطقه بی‌نظیر خوانده می شود. صف واحد از گوشه گوشه افغانستان. اقتدار برافراشتن پرچم سیرنگ و روزنه امید برای شهروندان کشور. بیش از 70 عضو مجلس نمایندگان با امضای توماری خواستار تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ شدند. امضا کنندگان این تومار توزیع شناسنامه های الکترونیکی را از آغاز در مخالفت با قانون دانسته و خواستار توقف روند توزیع به گفته آنان اجباری این شناسنامه هستند.
پیش از این اداره ملی احصای و معلومات گفته بودند که توزیع شناسنامه‌ها بر بنیاد قانون و بدون هیچ اجباری به شهروندان کشور توزیع می‌شود. همزمان دو روز مانده به معرفی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان، هنوز نگرانی در مورد مشکل مدرک‌های تحصیلی برخ نامزد وزیران پابرجاست. شکیب مولوی زاده با جزئیات بیشتر. ادامه اعتراض نمایندگان مردم در مجلس با آنچه توزیع اجباری شناسنامه‌های الکترونیکی می‌دانند. بیش از 70 عضو مجلس با امضای این تومار خواستار تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس هستند. اینان بار دیگر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را در مخالفت با قانون می‌دانند و خواستار تعدیل قانون ثبت احوال نفوس هستند. این قانونگذاران تأکید دارند تا زمانی که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ شامل اجندای این مجلس نشود، باید روند توزیع شناسنامه الکترونیکی متوقف شود. خود قانون اجاب تعدیل میکنه. اگر واقعا این تذکره را مردم افغانستان بخواهد، چرا معاش مامور و معلم و سرباز بیچاره که در سنگر میجنگه معاشش بند است که بیا تذکره اجباری الکترونیکی بگیم؟ یک ملت بزرگ مطلق مردم افغانستان که حاضر به گرفتن تذکره نیستن، اجباری بر از اینا توزیع صورت نگیره، از فقر از اینا استفاده نشه. پیش از این اداره ملی احصایه و معلومات گفته بود که این شناسنامه ها بر بنیاد قانون و بدون هیچ اجباری به شهروندان کشور توزیع می شود. در حالی که قرار است تا کمتر از دو روز دیگر نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی شوند، هنوز هم نگرانی در مورد مشکل مدرک های تحصیلی نامزد وزیران پابرجاست. مشکلات زیاده و قابل بحث در کابینه پیشنهاد شده وجود دارد. به طور مثال گفته می شود اکثر نامزد وزرا تحصیلاتشان زیر سوال است، ایده هم دارای تابعیت دوگانه می باشند. دو وزیرانو که دست کسان است چه پاسپورت مشکل لری، ده تحصیل مشکل لری، دوسیه لری. رئیس مجلس نمایندگان می گوید نامزد وزیران چهارشنبه به پارلمان معرفی می شوند و قانونگذاران یک هفته فرصت خواهند داشت تا بررسی هایشان را در مورد این نامزد وزیران تکمیل کنند. روز چهارشنبه کاندید وزارات توسط رئیس و جمهور و ولسی جرگه معرفی می گردد که بعد از معرفی کاندید وزارا 5 کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه موظف است که الا یک هفته گزارش بررسی هایشان را در مورد کاندید وزارا باید اداری تقدیم نماید. کمیسیون امنیت داخلی هم مسئولیت گرفت تا بار دیگر مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات را برای حل نگرانی ها در پیوند به توزیع شناسنامه الکترونیکی به این کمیسیون دعوت کند. انفجار موتر بمب‌گذاری شده روز گذشته در ولایت غور زیان‌های مالی زیاد به غیر نظامیان وارد کرده است. شمار از باشندگان غور که در این انفجار زیان دیدند، خواهان همکاری حکومت هستند. ویرانه‌های برجامانده از انفجار خونین روز گذشته در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در نزدیکی محل فرماندهی پلیس قرار دارند بیشتر زیان دیدند. خانه‌ها و ساختمان‌هایی که زیادتر آن از غیر نظامیان است. در این میان یکی از مرکزهای ورزشی هم به شدت زیانمند شده است. مالک این مرکز ورزشی می‌گوید که به تنهایی توانایی بازسازی این مرکز را ندارد. شیش خانه‌هاش هم میگید شکسته، وزنه ها، ماشین ها هم میگید خودتون میبینید مکمل خراب شده که دیگه تقریبا ما به یه 8 افغانی سرمایه گذاری بوده، ما دیگه نمیتونیم از استفاده کنیم. و برخی از ساختمان های دولتی هم زیان های مالی رسیده است، اما در ظاهر غیر نظامیان بیشتر آسیب دیدن. آنهایی که خانه هایشان در این انفجار زیان دیده، چشم امید به حکومت دوختن. ما امیدوار هستیم از حکومت محلی و از اداره مرکزی که این مسارات دیروز به شهر فیروزکوه صورت گرفته پیگیری شد. انفجار دیروز تنها این ویرانه ها را بر جا نگذاشته است. دست کم 15 تن به شمول زنان و کودکان در آن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند. انفجاری که در اوج امیدواری ها برای دست یافتن به صلح رخ داد و تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفته است. حمله مرگبار موتر بمب‌گذاری شده در برابر ریاست امور زنان و ریاست شهیدان و معلولان ولایت غور با محکومیت جهانی روبرو شده است. دبیر کل سازمان ملل این حمله را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان و بانوان شده نکوهش کرده و خواهان توقف خشونت بر افراد ملکی شده است.
اتحادیه اروپا هم در توییت این حمله را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خشونت‌ها را کنار بگذارند و بر روند صلح تمرکز داشته باشند تا این روند به موفقیت بیانجامد. کشورهای ایران و پاکستان هم حمله دیروز در غور را نگاهش کرده و بر همکاری کشورهایشان با افغانستان برای پایان دادن به جنگ و خشونت از طریق یک رای حل سیاسی تاکید کردند. فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع و نیز سفارت آمریکا هم در توییت‌های جداگانه حمله را محکوم کرده و بر پشتیبانی از روند صلح و پشتیبانی دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر حمله‌های طالبان تاکید کردند. از یک سال به این سو افغانستان از قاچاق 70 تا 80 شاهین پرنده کمیاب جلوگیری کرده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که این شاهین ها از ولایت های هرات، جوزجان و کابل شکار و به بیرون کشور قاچاق می شوند. اما جدا از این، دیروز مسئولان گمرک پاکستان اعلام کردند که قاچاقبران را که 74 شاهین را از افغانستان به پاکستان و از این کشور به کشورهای عربی انتقال می دادند، بازداشت کردند. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. شاهین پرنده کمیاب و پربها. ولایت های گوناگون افغانستان جای بودباش این پرنده است. به ویژه هرات، فراد، جوزجان و کابل. داده های اداره ملی حفاظت از محیط زیست نشان می دهد که 101 تا 107 پرنده کمیاب در افغانستان وجود دارد. بر بنیاد فرمان رئیس جمهور، شکار و قاچاق پرندگان کمیاب و یا پرندگانی که نسل آن در حال انقراض است ممنوع اعلام شده است. شاهین یکی از این پرندگان است، اما بارها اتفاق افتاده که این پرنده از سوی برخی افراد شکار و به بیرون از کشور قاچاق شود. مقام‌های پاکستانی دیروز اعلام کردن از قاچاق 74 شاهین از افغانستان به پاکستان جلوگیری کرده و در پیوند با آن دو نفر را بازداشت کردند. پرندگانی که در فهرست جانداران در حال انقراض قرار دارند. مسئولان گمرک پاکستان گفتند که این پرندگان به زیستگاه طبیعیشان برگردانده خواهند شد. اما اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته است که اسلام آباد از قاچاق این پرندگان به گونه رسمی به کابل اطلاعی نداده است. این اداره به کنوانسیون تجارت جهانی انواع در حالت انقراض که افغانستان و پاکستان عضویت آن را دارند شکایت خواهد کرد. تا به الحال از طرف فوکل پوینت پاکستان نه به سایتیز راپور داده شده نه به فوکل پوینت افغانستان راپور داده شده. میمانه مسئله خبر پاکستان. خبر پاکستان ما نه در موردی صحتش کدام چیزی میگیم نه در مورد نادرستیش. عرب ها به شکار شاهین علاقه ویژه دارند و با این پرنده که نسل آن در حال نابودی است مسابقه شکار را اندازی میکنند. آنان برای به دست آوردن شاهین از کشورهای افغانستان، ایران، قزاقستان و تاجیکستان هزاران دلار هزینه میکنند. در افغانستان نسل این پرنده در حال نابودی است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تاکید دارد که امسال از قاچاق 70 تا 80 شاهین جلوگیری شده است. در حدود 70 تا 80 بال در میمی 3-4 قضایا گزارش شده که دوباره سلامت به طبیعت رها شده. تنها در اینجا باغ وحش کابل دو نمونه از شاهین وجود دارد که قرار بود این شاهین ها هم به بیرون قاچاق شوند. اما قاچاقبران آن بازداشت شدند. ما بالاتر از 35 نوع پرنده در باغ وحش داریم که در حدود 12 یا 13 نوع از این در حالت انقراض هستند. در سالهای پسین حضور شکارچیان عرب، پاکستانی و کشمیری در غرب افغانستان به ویژه ولایت فرا خبرساز شده است. در افغانستان شکار نزدیک به 140 گونه پرنده به گونه کامل ممنوع اعلام شده است. در خارج از کشور امریکا هشدار می‌دهد هر کشوری را که با ایران معامله تسلیحاتی کند تحریم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش. وزیر خارجه امریکا در واکنش به پایان مهلت لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران اعلام کرده که هر گونه خرید و فروش اسلحه با ایران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
مایک پامپیو که تلاش‌هایش برای متقاعد کردن جامعه جهانی در خصوص تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران ناکام مانده، در بیانیه هشدار داده که هر کشور، شخص و یا نهادی را که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد تحریم خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین پیامد فروش جنگ افزار به ایران را افزایش سطح تنش‌ها در منطقه خاورمیانه دانسته و آن را عامل تهدید بیشتر برای امنیت اسرائیل و کشورهای عربی خوانده است. هر کشوری که به دنبال صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه باشد باید از هر گونه معامله تسلیحاتی با ایران پرهیز کند. فروش جنگ افزار به ایران تنها به افزایش تنش‌ها در منطقه می‌انجامد و سبب قدرتگیری گروه‌های رصف‌گن در خاورمیانه خواهد شد. پامپیو این را هم گفته که آمریکا به دنبال صلح با ایران است و اگر این کشور رفتار خود را تغییر دهد، شریک سخاوتمند چون آمریکا خواهد داشت. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال مطرح می شود که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران دیشب لغو شد. از سوی هم اسرائیل و بحرین به گونه رسمی روابط دیپلماتیک برقرار کردند. توافقی که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت و اکنون رابطشان را با امضای سندهای در منامه رسما آغاز کردند. اکنون سند روابط دیپلماتیک اسرائیل و بحرین امضا و در مرحله بعد سفارتخانه‌های دو کشور افتتاح خواهد شد. امیدوارم با امضای این سندها روابط دو جانبه پرثمر در همه زمینه‌ها داشته باشیم. در نخستین گام وزیر مالیه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی در یک پرواز رسمی تجاری وارد بحرین شدند. این باور نکردنی است که در رأس هیئت و در یک فرصت تاریخی در نخستین پرواز تجاری میان اسرائیل و بحرین وارد منامه می شویم و مطمئن هستم که سفرهای زیادی در مسیر دو کشور خواهیم داشت. ده هاست که بیشتر کشورهای عربی با اسرائیل رابط ندارند. آنان می گویند تنها زمان با اسرائیل روابط را آغاز می کنند که اختلافهایش با فلسطینی ها حل شده باشد. بال هم ورزش. رقابت‌های انتخابی تیم ملی مشت‌زنی جوانان و بزرگسالان در کابل آغاز شد. 280 ورزشکار از 24 ولایت کشور در این دور رقابت‌ها شرکت کردند. بنابر این که بسیار تمرین کرده بودم و فعلا هم در وزن 63 کیلو قهرمان هستم و توانستم کاریف و نقطه‌های ضعیفش پیدا کنم و برم شد. دو ماه آماده گرفتم مسابقات تیم ملی، یک منتخب بودم، از منتخب مقابل سیما گرفتم و آمادگی بعد دو ماه گرفتم برای مسابقات تیم ملی. این رقابت ها در رده های وزنی 52 تا مثبت 91 کیلوگرم برای 8 روز پیگیری می شود. قرار است در پایان 30 چهره برتر به تیم ملی جوانان و نیز 30 چهره برتر در تیم ملی بزرگسالان مشت زنی کشور شناسایی شوند. هر تیم ما 30 نفر می باشه انتخاب میشن و به خاطر اینکه بتانه اونا رو تحت پوشش بگیریم در مرکز و بتانن در میدان بین المللی افتخار آفرین شوند. تا چند بعد این رقابت ها در رده سنی نوجوانان و نیز در بخش بانوان برگزار خواهد شد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.